دانشگاه سواس لندن میزبان رستاخیز شهریانان ایران، قدیمیترین موزیکال و به گفته اولین اپرای ایرانی بود که توسط میرزاده عشقی در 22 سالگی در شهر استانبول سروده و تنظیم شده است. پس از خوشامدگویی کتایون شاهنده، رئیس انجمن ایرانیان سواس، و قبل از اینکه دو هنرمندی که این اثر را در لندن روی صحنه بردند، یعنی سلماز نراقی و حسین حدیثی، دو پژوهشگر موسیقی، برای حاضرین از میرزاده عشقی و تاریخ اپرا در ایران گفتند. مهدی رازی یادآوری کرد که اولین مدرسه موسیقی در ایران 14 سال پیش از تولد میرزاده عشقی آغاز به کار کرده بود. این شاعر 21 سال داشت که از طریق عراق امروزی به استانبول رفت و در جریان این سفر بود که از ویرانه های کاخ مدائن بازدید کرد و تحت تأثیر آنچه از این بنا به جا مانده است، یک سال بعد در استانبول رستاخیز شهریاران ایران را نوشت و موسیقی آن را تنظیم کرد. رستاخیز شهریاران ایران 6 سال پس از سرودنش ابتدا در اصفهان و پس از آن در تهران به روی صحنه رفت، ولی با استقبال مردم روبرو نشد. پژمان اکبرزاده از تاریخ اپرا در ایران گفت: در ایران برای اولین بار در سال 1917 میلادی یک اپرتا در تهران و تبریز روی صحنه رفت. به گفته این پژوهشگر موسیقی، اگرچه میرزاده عشقی رستاخیز شهریاران ایران را اپرا می‌خواند، ولی در ترجمه های این اثر به زبان های غیر فارسی از اپرتا یا در برخی موارد حتی از موزیکال صحبت می شود. پژمان اکبرزاده یادآوری کرد که برای اولین بار یک اپرا در تهران در سال 1947 میلادی در تماشاخانه در خیابان لاله‌زار با حضور یک خواننده اتریشی روی صحنه رفت. اولین اپرا توسط هنرمندان ایرانی در سال 1967 میلادی با حمایت وزارت فرهنگ و هنر آن زمان روی صحنه رفت. این اپرا کوزی فان توته موزارت بود که رهبری ارکسترش با حشمت سنجری و کور آن به مدیریت اولین باغچبان بود. در همان سالها بود، دقیقاً 3 آبان 1346 شمسی، که همزمان با جشن‌های تاجگذاری محمد رضا شاه پهلوی، تالار رودکی در تهران افتتاح شد و با حمایت وزارت فرهنگ و هنر چند اپرای ایرانی نوشته و اجرا شد. اپراهایی چون دلاور سهند و سمند احمد پژمان، خسرو شیرین حسین دهلوی و پردیس و پریسای لوریس چکناواریان که در تالار رودکی با هنرمندان ایرانی و ارکستر سمفونیک تهران روی صحنه رفتند. آخرین کار حسین دهلوی، مانی و مانا، که اپرای برای کودکان بود، با پیروزی انقلاب در سال 57 نتوانست به اجرا درآید. پس از سخنان این دو پژوهشگر، سلماز نراقی و حسین حدیثی روی صحنه حضور پیدا کردند. یاد آرفت گیتی ستانی، آن یک زمان این هم زمان، چه شد خسرو همسر ایران، خاک عالمی بر سر. شیرین عروس ایران، عروس انوشیروان، من ملکه این سامانم، کو آن زینت و زیور من، ایران ای خاک عالمی بر سر من.
ایران قبر ساسانیان است، مزار انوشیروان است، این بستر عالمگیران است، بستر صد چون مظهر من ایرانی، خاک عالمی بر سر آخر رسید. سلاطین یکان یکان برخواسته و آداب دعا خواندن و پرستش ایرانیان قدیم را به جا آورده، با خضوع تمام همگی با هم مشغول خواندن درود زرتشت می‌شوند. که از پس آن تجلی نموده غائب می شود و بهت فوق‌العاده‌ای سلاطین را فرا می گیرد و هر یک در پس همان دیواری که پیدا شدند می روند و از نظرها محو می شوند. در این حال مسافر خورده خورده از خواب برخواسته، پس از مدتی اظهار حیرت این ابیات را:
آنچه من می افتد.